مردم عزیز، خانواده گرامی، سلام. حتما به ذهن شما یک سوال پیدا شده که چطور یکی و یک بار سازمان نظامی ناتو 90 هزار نفر به بهانه رزمایش برای آمادگی با چالش هایی که از استقامت روسیه میه اینا به کار انداختن در پشت مرزهای روسیه. ارزیابی های ناظرین اینطور میگه که ناتو از سقوط کیف وحشت میکنه، یعنی این از روی اطلاعات اینا لشکرکشی کردن که ممکن است هرگاه سقوط کیف و تبدیل به واقعیت شود اینا دفعتاً در مناطق غربی اوکراین پیاده شوند. باز بعد از او اگر مذاکراتی هم باشه و تقابلی هم باشه یا نظامی یا سیاسی بعد از او آغاز شود، دقیقا مثل سقوط برلین در 1945 در پایان جنگ دوم جهانی. پایتنت این مسئله را ارزیابی کرده و نوشته مهم نشر شده بود که در واقع یه طور یک تعبیری است که یعنی اوکراین به عنوان گرگ زخمی در خطر دریده شدن از طرف گرگای اروپایی خواهد بود، خاصتا غرب اوکراین که کلا مناطق دعوایی و مورد منازعه است. اروپا پیش بینی میکنه که کاخ سفید از چنگ دموکرات ها بیرون خواهد شد در انتخابات نوامبر امسال در امریکا با ورود مجدد ترامپ. طوری که گفته خود ترامپ، امریکا بار سنگین ناتو را از شانه به زمین میگذارد، رها میکنش. چرا؟ به خاطر از اینکه کار مهمتری داره ترامپ. این میدان باخته شده را دوباره فعال نمیکنه. اونا تمرکز خود متوجه چین میسازند. اگر یاد ما باشد ترامپ همیشه در دوران ریاست جمهوری خود همینطور برالا میگفت که جنگ تجاری با چین. خب حال اختلاف نظر بین کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا و ناتو، حال این ناتو بیخی سر دست از یامانده، نه جای را فتح کرده میتونه، بیخی یک بار شده و در برابر روسیه اینا کوتاه آمدن، بسیار اکمالات کردن، بسیار اسلحه، خدمات اطلاعاتی، خدمات عملیاتی، لوجستیکی، مگر نتیجه منفی بود. حالا ناتو اعتماد خود حتی در سطح اروپا دست داده. بنابراین اروپایا میمانن و روسیه با برآمدن ترامپ. خب یا باید با روسیه کنار بیه یا بدون حمایت امریکا بره به جنگ روسیه به خاطر یک دلیل واهی که چی؟ ما از سقوط اوکراین یا از افتادن اوکراین به دست روسیه جلوگیری میکنیم. شما چه فکر میکنید؟ اینا به جنگ روسیه میرن یا به معامله با روسیه؟ منظور میست که وقتی که تقسیمات آغاز میشه غرب اوکراین مال چند کشور است؟ اونجا کسایی که ادعای مالکیت دار از نظر تاریخی و فرهنگی، رومانیا، مجارستان، پولند. اختلاف نظر بین کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا و ناتو شروع شده داره که ما چی کنیم؟ آیا ما بجنگیم حتمی چیزی که شعار میتیم یا ای که شعار جنگ بتیم اما در اصل آماده با یک تعامل باشیم؟ تصور ما ایست که
اینا اول آماده و یک تعامل خواهند بود. دفعتا در گرم و گرم سقوط اوکراین و ارتش روسیه تلفات هم داده و بسیار مثل جنگ دوم جهانی بسیار خشمگین است، از نظر عملیاتی دست به ماش است. اینا دفعتا به جنگ روسیه نمی آیند. همه قمی کنند که ارتش رزمایشی 90 هزار نفری را پیاده می کنند تا که روسیه مکمل نر به طرف پولند و بالتیک. اینه جلوگیری مثلا بازدارندگی کنند. در داخل اوکراین زلینسکی و او گروه تاریخ زده نگران از آینده خود هستند که به اندازه اروپا اینا نگران است. خب اروپا خب ما رو پشت کرده نمیتونه. امریکا خب ترامپ قبلا دست شسته، چه میشه؟ بیمناک است که با ورود ترامپ به کاخ سفید ای زلینسکی خان بین زمین و آسمان میتونه معلق میشه. خب ناتو خالد ارتش ساخته 90 هزار نفر یک دم رزمایش نظامی آورده در مرز روسیه در امو سپری بالتیک جمع کرده، نه کد از یا کسی جنگ داره نه دعوا. اینا 90 هزار نفر با این لوجستیک مخارج بسیار سنگین چطور جمع کرده؟ به خاطر از اینکه اونا پیش بینی کردن که در صورت نزدیک شدن ارتش روسیه به کیف با یک دخالت مستقیم اینا بتانن شمال و غرب اوکراین تصرف کنن، حفظ کنن، که بعد از او یعنی ما شمال و غرب اوکراین در دست ما هست، بر سر آینده اوکراین با روسیه از طرف خود وارد تعامل شوند. دیگه اونجا زلینسکی و گپا وجود نداره، خلاص است. خب چی یک درامی؟ همه میفهمند که اوکراین دیگه به وضعیت پیش از جنگ بر نمیگرده. روسیه در صورت ادامه جنگ میره به مرزهای شمالی و غربی اوکراین، همین نقاطی که ناتو پیش از پیش پیش بینی کرده 90 هزار نیروی رزمایشی را آورده که او را پیش از رسیدن به روسیه اونا بگیرن، مثل که در زمانی در آلمان غرب پایان شدن. خب این مسئله چطور است وقتی که روسیه تقرب میکنه به مرزهای غربی و شمالی؟ این برای همسایه های اوکراین که بسیار شاخ و شانه کشیدن، یعنی کاسه داغتر از آش بودن در جنگ، خاصتا پولندی ها که یک زمان رهبر پولند خیز گفت که اصلا روسیه و جغرافیاش چی میکنی که باید جهان روس نابود شود. با این اوصاف اینا فراموش کردن روسا؟ نه، این داستان دوام داره. پولند و رومانیا هر دو عضو ناتو هستند. این دو کشور نقش پل کمک رسانی ناتو و ارتش اوکراین در این دو سال بیشتر در جنگ ایفا کردند. یعنی خلاصه هر چیزی که دست از اینا ساخته بود در داغ نگه داشتن تنور جنگ اوکراین اینا آوردن و استعمال کردن. اوکراین حالا تبدیل میشه به گرگ زخمی. گرگ زخمی که از طرف رفیقای خود حالا دره دره میشه. همسایه هایی که دایه تاریخی در بخش های از این کشور دارن آل امو رفیقای خودش امینایی که پل کمک رسانی را داشتن بر علیه روسیه و اوکراین در صدد دریدن و به اصطلاح پارچه پارچه کردن اینمی گرگ زخمی میشن. این قانون دنیاست. تاریخ سیاسی و تاریخ جنگ ها از ادوار کهن تا حالا قانونمندیش هیچ تغییر نکرده. برای ما همین چیز میگه. پولند
رومانیا و مجارستان هر کدام قسمتی از اوکراین سرزمین تاریخی خود می دانند. کافی است که یکی از اونا برای تصاحب امو قسمتی که مدعی مالکیتش هستند وارد اوکراین شود تا او دولت های دیگه هم دو تای دیگه هم وارد اوکراین شوند و هر کدام به سهم خود یا به حق خود برسند، به حق تاریخی و ادعایی خود. آل زمزمه های درباره استفاده ناتو از سلاح های اتمی تکتیکی در جنگ اوکراین است. تصور ما این است که استفاده از سلاح های اتمی تکتیکی در جنگ اوکراین دیگر یک موضوع کونه شده، کاربرد هم نداره، نتیجه هم نداره، یعنی یک خیال نامطلوب است. چرا؟ روسیه پیش از پیش تمام دندانهای اتمی خود در بلاروس همینطور نصب کرده و متوجهشان است. پیمان اتمی دفاعی بین لوکاشنکو و پوتین خود ما فراموش نکرد. به این طرف امریکا موشکای اتمی فوق پیشرفته را در انگلستان نصب کرده یا در حال جابجایی است. به این ترتیب همون چیزی که گزارش میشه و در سابق در قید احتمالات بیان میشه حالا کم کم از قید احتمال به عمل گذار میکنه. روسیه در اتحاد کامل با جمهوری بلاروس موشک های اتمی و سامانه های موشکی چند منظوره را قبلا در بلاروس نصب کردن. این سلاح ها کل اروپا را میزنه. همین خب یعنی چی؟ یعنی این مردم چی خواهد کرد بالاخره؟ این تضادهای راهبردی بین کشورها نشه که مثل جنگ دوم جهانی کار دست از اینا بود. جنگ دوم خود تقسیما یک جنگ کلاسیک بود، جنگ تانک بود، تانک و هواپیما. حالا جنگ تانک و هواپیما نیست، چیزای دیگه است. خب به هر حال روسیه علنا خود آماده تقابل اتمی با امریکا میکنه، نه در اروپا، در اروپا خواست من در بلاروس در نزدیکترین نقطه که به خاک امریکا متصل است تقریبا، یعنی کجا؟ قطب شمال. به همین دلیل ناوگان یخشکن اتمی روسیه با یخ به اصطلاح دستگاه های یخشکن اتمی جدید بروز میشه، تقویت میشه و سایبیری هایی که ما شما میشناسیم تبدیل به بزرگترین دژ اتمی روسیه میشه. یعنی آینده را خب آینده عمر آینده چقدر خود بود ما نمیدونیم. خب مگم آلی صلح مسلح و موشکای قارپیمای اتمی سرانجام در هم میشکنه، جنگ ویرانگر جهانی آغاز میشه. اگر بشر یعنی عقلانیت خود عدس نداده باشه و چونین چیز اتفاق نمیافته، نمیدانیم. به خاطر از اینکه جنگ های بزرگ، جنگ های کوچک از یک جرقه، از یک بهانه و از یک خطای محاسبه آغاز شده. حیفی فرهنگ بشری نکرد. خب در اون صورت خب پاسخ به این سوال البته برمیگرده به نقش جنبش های اعتراضی، یعنی جنبش های بازدارنده در جهان، یعنی قدرت های اتمی رو میتونن مهار، مدیریت و متوقف سازند. اینی گپ است. جنبش های اعتراضی چند میلیون نفری در کشورها هر نوع قدرت تصمیم گیری در امریکا و در اروپا و
اونا میتونن متوقف سازن. دیگه معجزه اگر باقی مانده باشه، و معجزه حرکت مردم است، حرکت میلیونی. یا یک تیوری دیگه مطرح شده که ممکن است یک اتفاقی در امریکا رخ بدهد. امریکا بسیار درون پندیده جوش کده از هر نگاه. بحران اقتصادی در اروپا آیا باعث خیزش سیلاسای توده های میلیونی معترض علیه جنگ نمیشه؟ میشه. اونا متوقف میکنن. و در امریکا آزال قیاس امیاله یک بحران ناگانی و غافلگیر کننده که خطر تکه تکه شدن امریکا را علامت میده، از استقامت تگزاس و ایالات های متحد تگزاس شروع نشده. ما شما این سر کلیم و بمی این سفید شد، این می رقم یک بحران در امریکا ما دیده بودیم نه؟ که یک ایالت می خیزه از حکومت مرکزی سلب اطاعت میکنه و کار خود میکنه، دیگه ایالت هم برش گارد روان میکنن. این اینجاست وقتی که بحران داخلی در کشورهای قدرتمند و بزرگ وقتی که میه، اون مردم خیزش مردم تاریخ جدید رقم میزنه. در امریکا هر چیز آل محتمل است، یعنی اعلام استقلال بعضی از ایالت های امریکا مثل تگزاس که حالا فقط هم میتونیم نوک پیکان جدایی از دولت فدرال و کاخ سفید قرار گرفته. ای ترامپ که پیش از پیش آمادگی خدا یا حمایت خدا از اونها اعلام کرده، یعنی ای آدم به آن که رسمی اعلام بکنه با حمایت از استقلال عمل ایالت ثروتمند تگزاس با کاخ سفید نشان داده که در صورت مانی تراشی بر سر راه من، یعنی ترامپ، امریکا رو به دو نیم تقسیم میکنیم. اینمی ترامپ، اینمی که یک آدم از آمده که یا امریکا را برگردانه به قدرت قدیمش، در قدرت که در حال ایتو از مهلال است، در حال کوچک شدن است، یا ای که دو نیم تقسیمش کنه. خودش گفته این مسائل در کتاب امریکای ورشکسته که خودش نوشته، این گفه رو بسیار بحث کرده. از امیال 24 ایالات امریکا حمایت خدا از امیال تگزاس سرکش به اصطلاح اعلام کرده. در این ایالت ها جمهوری خواه قدرت در دست داره، یعنی کار در دست جمهوری خواه هاست. شما فکر نمی کنید که دفعه حرکت علی حکومت بایدن که آغاز شده از ایالت ها ظاهرن به نام تمرد تگزاس از حکومت مرکزی، معنایش برداشتن موانع از سر راه ترامپ نیست؟ کوره اتهامات، ده ها اتهامات سر زدن تا بالاخره سرش در یک لحاف تخلف بپیچانن، بگوین که رد صلاحیت شد نمیتونه خود کاندیدا بکند. ای به او رابطه داره. در اروپا فرانسه که خودش درگیر جنبش های استقلال طلبانه افریقا بود که آخرین موردش نیجر، اینا را از اونجا بیرون کرد. اینا جلوتر از آلمان، پیشتر از او سعی دارن که خدا از شر جنگ اوکراین نجات بدن. فرانسه پشت گپای مکرون اینا هیت نگردین. وقتی گپای زیاره میشنین، او گپا بر خوراک رسانه‌ای عمومی است، بر افکار عمومی. اصلش ایست که چطور بگریزن از جنگ. دمی آلمان، صدر اعظم آلمان چند وقت پیش بیخی اعلان جنگ میداد با روسیه. وقتی که خیزش های خیابانی دیقانا و مردم آغاز شد در جاده های آلمان و برلین، ایتو خواب شد
چرا؟ سقوط تولید، خطر سقوط تولید و ورشکستگی اقتصاد مسئلهش مطرح شد. آره میگه که ما قصد کنارگیری نداریم. این به معنای عزیز که نه تنها مردم بلکه محافل حاکمه آلمان آره به می نتیجه رسیدن که شولتز کنار بره. تا دیر نشده در یک انتخابات به اصطلاح زودنگام میگن یا خارج از نوبت یک ترکیب دیگه رهبری آلمان در دست خود بگیره. دیگه راهی برای اروپا نمانده. اروپا باید خانه تکانی کنه خود از نظر ذهنی. تا چند روز پیش اینا شعار جنگ میدادن، آلی هم میدن، همین 90,000 نفر آوردن به خاطر ایست که یک دم وقتی که ارتش روسیه میرسه به سرحدات بالتیک و پولند باز یک داستان تاریخی نو شروع میشه. اینا نمیمانند که داستان تا اوج انکشاف بکنه. غرب اوکراین اینا باید تحت مدیریت خود بگیرند. فعلا سوئیس اروپایا یک پل ارتباطی ساختن که در با روسیه در تماس باشه، یعنی پل تماس است. وزیر خارجه سوئیس در حاشیه اجلاس شورای امنیت ملل متحد با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار داشت. در اون رقم اجلاس های مهم دیدارهای حاشیه‌ای بسیار تعیین کننده است تا خود اجلاس عمومی. خب وزیر خارجه سوئیس بدون از اینکه چیزی بگوید که از لاوروف چی شنیده، بعد از این دیدار و خبرنگارا گفت که سوئیس در حال مذاکره با شرکای مرکزی خود در مورد اوکراین است. کانال تعامل و سوداگری معامله را باز کردن. گفتگو با روسیه ادامه پیدا میکنه. به خاطر از اینکه بدون روسیه هیچ راه حل صلح‌آمیز نیست. او لشکرهای را آوردن او را نگاه بکنن برای کار دیگر. پیشتر از آمادگی جنگی یخشکنای اتمی روسیه گفتیم که به طرف مرزهای امریکا مستقر میشن. یخشکنای اتمی و یخشکنای قبلی میپیونده که تازه تولید شده. تلویزیون NTV آلمان گزارش کرد که روسیه برنامه های بزرگ برای کجا داره؟ خود به شمال. شاهد ای امر آغاز ساخت یک یخشکن اتمی جدید به نام لینینگراد است. بسیار بزرگ و مهیب. سال آینده قرار است یک کشتی دیگه، یک یخشکن اتمی دیگه ساخته شود به نام استالینگراد. بسیار جالب است که سلاح‌های کاربردی و راهبردی نام لنینگراد و استالینگراد به خود میگیرند. این معنای بسیار زیاد داره. روسیه بزرگترین ناوگان یخشکن جهان در اختیار داره. قرار است او را با دیگر سامانه های جدیدی که تولید میشه تکمیل کنه. کرملین برای دفاع از منابع همونطور زیرزمینی در قطب شمال خود آماده میکنه. و اخیرا بحث الاسکا را که مطرح کردن، الاسکا را قبلا در 1867 فکر میکنم تزار سابق روسیه و 7 میلیون دلار فروخته بود و آدم نادان دورم آل یک دعوا باز کردن که او یک از بحث ما فعلا خارج است. روسیه تودی در تفسیر این خبر گفته که در مورد قطب شمال که رئیس جمهور روسیه شخصا در مراسم آغاز ساخت یخشکن لنینگراد در سن پترزبورگ شرکت کرد. این هشتمین کشتی یخشکن اتمی ناوگان روسیه است که شامل 34 کشتی با سوخت دیزل است. بنان این گپ به این سطح است. این چیزهایی که در اخبار و این چیزها میشنوین که فلانی با فلانی ملاقات فلان، اصل جریان اینی یک چیز است که اروپا
در میدان مانده، یا بجنگه یا تعامل بکنه. اینا رو شما فکر کنید کدام بشه خواهد کرد؟